خوب همراه آقای خودداد عزیزی. عزیزی بفرمایید. بفرمایید آقا کن. آقا شجاع. آقا شجاع بفرمایید. خواهش می‌کنم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان و در خدمتتونیم. انشاءالله یه شب خوبی داشته باشیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه هواداری عزیزی و مردم خوبمون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمت آقا کریم عزیز، آقا خودداد عزیز، گل استرالی هم زده آقا خودداد. یه هفته است ما داریم همین می‌بینیم. امیدوارم کارتون خوب باشه. یه هفته چی شده؟ در این گل استرالی هم هنوز. آقا خودداد در تو با دعوت مجدد آقا شجاع من عرض کنم که ما از برنامه دفعه قبل خب یه فکر کنم نیمه مونده بود، یه کم سوالامون مونده بود. آره کارش داشتیم. نیمه دوم اون برنامه‌مونه که آقای شجاع رو دعوت کردیم که نیمه دومون هم کامل بشه که خوشبختانه دعوت ما رو پذیرفتن اومدن. امیدوارم که شب خوبی رو کنارم داشته باشیم. آقا شجاع بفرمایید. مگه میشه آقا کریم دعوت کنم و نیام تو برنامه؟ شجاع بگو. از کجا بگو؟ گله داری بگو اول بعد ما شروع کنیم. گله؟ بفرما آقا شجاع. ما گله‌ای که نداریم. افتخار میکنم در جمع شما هستیم. لذت میبریم اینجا. هر سوالی دارین امشب در خدمتتون هستم. من یه سوال دارم اول بپرسم، امروز لباسم خوبه؟ امروز اوکی آقا کریم، همیشه خوشتیپ. قرار بود زنگ بزنم اجازه بگیرم که چی باید بپوشیم یادم رفت. آقا کریم همیشه خوشتیپ، خدا وکیلی. خب بپرسیم ازش آقا کریم. بله آقا خدا. من اول قبلش هم بهت گفتم شجاع، من یه مصاحبه از شجاع دیدم که شجاع خیلی ناراحت بود. شجاع جز اونایی بود که دیگه اصلا میگم انقدر ما تو این برنامه از شجاع تعریف کردیم بس دیگه. جز اونایی بود که تو سالیان گذشته خیلی تاثیرگذار بوده توی پیروزی‌های پرسپولیس و قهرمانی‌های پرسپولیس. اینا هم مربیاش میدونن که شما یکی از مربیاش آقا کریم، هم طرفدارای پرسپولیس هم جامعه فوتبال ما. ولی گله‌من بود به این دلیلی که فکر می‌کنم مصاحبهش اینجوری بود که من 4 روز میرم از پله‌های باشگاه پرسپولیس بالا و پایین. من طبقه پنجم شو دیدم. آره با قرار دادم هیچ کی نیست بگه که شجاع چی میخوای چه خبره. شجاع واقعا خودت بگو. من گفتم گله چون میدونم گله داری، فکر میکنم که بهتر اینجاست که هم صحبتاتو بکنی، خود آقای مدیر عامل باشگاه پرسپولیس که مدیر عامل باشگاه بزرگیه بدونه که واقعا بچهای تیمش مشکلاتشون چیه، اونم تیم مثل پرسپولیس. ما اول اجازه بگیم از آقا کریم که نزنتت مواظب آره. باش آقا کریم بزرگ مصادر. اجازه میگیم از آقا کریم سخت جا جلو آقا کریم صحبت کنه راجع به موضوع. اجازه چی؟ اجازه نداریم بعضی وقت صحبت کنیم. یه سری چیزا رو نباید بگیم، نمیشه گفت. اولا که حالا قبل صحبت قرار شد که بریم ان شاء الله دست پول برگردیم از بازی قطر. من و ایشون با هم میریم باشگاه. شما به عنوان مدیر برنامه هاش نه مدیر برنامه که نه، ولی نه یعنی حالا من تعجب میکنم چرا نداره این مدیر برنامه، چون همه دو سه تا دارن. چرا جیدن دارن؟ جیدن گرفتیم دیگه، جیدن گرفتیم. همین امشب یه دونه گرفتیم دیگه. خب بعد حالا منو نه مدیر برنامه ببخشید که کرونا نیست. حالا گرفتیم مدیر برنامه که کارمون رو انجام میدیم. حالا در موضوع صحبت آخرداد منظور که آقا قرار شد که برگشتنیم با ایشون بریم. حالا مشکل که نداره، حالا من فهم کنم یکم حالا یه سوی تفاهم پیش اومده، بریم انشاءالله کارش انجام بدیم. منظور آقا کریم بود صحبت نکن زیاد دیگه. نه راحت باش آقا، خواهد میخوام هوادارم روشن شن بعضی موضوعاتو. اصلا حرف ما همینه که یه عده‌ای نمیدونن چه خبره، اونا روشن شن. خواهد میخوام روشن کنم منم مردم هوادار با اجازه آقا کریم. چرا اول روشن کنی؟ روشن کن. من سال اولی که منم پرس الان قرارداد الان سال 4 ما دیگه شروع میشه ان شاءالله با امید خدا. اگه بمونیم تو پرس خدا بخواد عمری باقی بمونه. ما که موندیم کمترین قرارداد تو این 3 سال گرفتم، کمترین پولو همه هم میدونن، کل باشگاه هم میدونن. با هیچ منتی همیشه اولین نفر تمدید کردم. پارسال هم که همه بحث رفتن بود اولین نفر رفتم تمدید کردم که همه بازیکنو بمونن با جون دل بازی کنن. بازم کمترین پول گرفتم، بازم هیچ نه قوری زدم نه چیزی بازی کردم. رسید به امسال که من یه بند جدایی تو قراردادم بود دیگه، میتونم هم جداشم از باشگاه. ما رفتیم باشگاه گفتیم پیشنهاد داریم، نه اینکه قراردادم بالا ببرم، ما گفتم که یه بندی تو قرارداد منه، این بند من بیاریم تو قرارداد من، نه از کسی بیشتر میخوام نه یه 100 تومن از کسی بیشتر میخوام نه چیزی. گفتم قراردادم همون چیزی باشه، اون کسی که میاد تو تیم ما اون قرارداد بالا رو سقف مثلا میگیره، مثلا 2 تومن 3 تومنه، به منم همونه بدین، من بیشتر از اون نمیخوام اصلا به من 100 تومن بدین. یه موقعی بازیکن دیگه ناراحت بشن چرا شجاع بیشتر از من پول گرفته. گفتم نه مثل بقیه پول بگیرم، منم یه انگیزه داشته باشم دیگه.
همه هم میگن نمیدونم غیرت و تعصب فلان. آره ما توی تیم آقا کریم میدونه همه بازیکن پرسپولیس که 4 سال قهرمان شدیم به این پیران غیرت و تعصب داشتن دیگه، با جون دل بازی کردن. ما هم گفتیم تمام بازیکن پرسپولیس باید بیشترین پول بگیرن، 4 سال قهرمان ایرانن، بازیکن پرسپولیس نگیرن کدوم باشگاه بازی به پول به بازیکناشون بده، همه بازیکنامون حقشون بهترین پول بگیرن، بهترین قرارداد داشته باشن. ما هم از این قاعده که مستثنا نیستیم دیگه. ما رفتیم باشگاه 4 روزه من میرم باشگاه، حالا میگم شاید مدیرامون از من ناراحت بشه، واسه من نیست که من هر روز برم باشگاه، شاید یه سری هوادارا بگم اینم ولمون نمیکنه هر روز باشگاه است. من رفتم قراردادمو چون یه بند جدایی دارم، این بند جدایی تو قراردادم وردارم، حتی یه قراردادی هم تمدید کنم با باشگاه که اینو دیگه نگران نشه باشن که سال بعدم من میخوام برم. من یه قرارداد سفید 3 تا کارمند باشگاه تو باشگاه بودن ورداشتم با خودم، رفتم در اتاق مدیر عامل گفتم آقا این قرارداد سفید من امضا میکنم میدم به شما، شما بنویسی من برم. هی ما رو نمیگم پیچوندن، گفت جلسه داریم و هی جلسه داریم، هی امروز فردا، الان 4 روزه. به نظر من این تیم با این بازیکن پرسپولیس که الان هست قهرمان شد. شما اول اسکلت تیمتون رو حفظ کنین، بازیکنایی که هستن راضی نگه دارین. درست آقا کریم یا نه؟ بله بله. نه اینکه شما اول بازیکن راضی نکرده شما میرین همه کارا رو انجام میدین. خب این بازیکنایی که اینجا موندن با دل جونشون که موندن واسهتون بازی کردن. قدر این بازیکناتون هم بدونین. نمیشه بازیکن یه سری تیمو تمرین ندین پولشون رو بگیرن. ما میتونیم تمرین ندیم ولی واسه ما نیست که آقا کریم میدونه اینقدر شرایطمون بد بود تامین رو میکنیم. همیشه آقا کریم میگه درست نیست تو پرسپولیس احتساب کردن، چون ما وضعیت جامعه رو میبینیم، همه دارن با سختی زندگی میکنن دیگه، ما هم باید شرایط مردم رو درک کنیم، به خاطر احترام به مردم تمرین میکنیم که اونا نگن بازیکن ها پولای میلیاردی میگیرن فلان از این حرفا. یه ماشین معمولی شده 2 میلیارد تومان، پولی دیگه نیست این موضوع. ما هم 5 سال دیگه میخوام بازی کنیم برای فوتبال، هیچ کار دیگه جز فوتبال نداریم. باید تا حالا 20 سال دیگه. چند سال تیم می‌خواید؟ 5 سال دیگه. ما 30 سالمونه تو می‌خوایم. 35. خدا بخواد برو بالا بابا 35 شه. حالا جان الان قراردادت خیلی نسبت به بینایی که اومدن یا پایین‌تره؟ آره. من یه چیز کوچولو کردیم بگم. بله. اینی که شجاع میگه من فکر می‌کنم خیلی منطقیه. من سال 71 اومدم فتح تهران با جواد منافی رفتیم دیدن علی آقا. 71 72 رفتیم دیدن علی آقا پروین تو سورتمه سمت 25 شهریور. تا رفتیم اونجا سلام علیکم، علی آقا گفت که شما دو تا اومدین بیاین پرسپولیس. بعد جواد گفت که علی آقا من دوست دارم. به من گفتم آقا من سربازم علی آقا، من 2 سال دیگه با فتح قرارداد دارم، چون سربازم من نمیتونم بیام ولی اومدم شما رو ببینم. بعد گفت که اگه میخوای بیای پرسپولیس باید 500,000 تومان بدی. اونایی که هستن پول میگیرن ولی شما باید 500. این مدیریت کریم. من خداداد عزیزی از تیم فتح ابوسه میخوام بیام پرسپولیس. این پرسپولیسه. نمیشه یه بازیکنی رو که شما از یه جای دیگه میاری یه رقمی بدی که بازیکنایی که داخل تیمت هستن اونا دلخور بشن و دلخوری پیش بیاد. من با شجاع موافقم، من اصلا همچین مدیریتی رو نمیپذیرم. میخواد حالا مدیر باشگاه پرسپولیس ناراحت چه از گفتهای من نه. ولی من فکر میکنم شجاعی که ناراحت نیست، یه حرفی هست که خب درست کردن. شجاع و علی علیپور امتحانشون رو پس دادن، پس اینا باید اول وضعیتشون مشخص شه بعد بریم سراغ بقیه. من فکر میکنم که حالا شجاع حرف داره، امیدوارم که گفتم حالا انشالله بریم بازی ها رو بکنیم با نتایج خوب برگشتنی. من خودم قول میدم که باهاش بریم تو باشگاه این موضوع رو حل و فصلش بکنیم، نمیذارم که اینجوری باشه، چون من خودم اعتقاد دارم که ایشون و بقیه بازیکن ها واقعا حقشونو که بهترین پولو بگیرن به خاطر خوب نتایج خوبی که تو این چند سال این تازه وارد هم خب هیچ مشکلی نداره اومدن، حالا با هر شرایطی که خودشون اومدن مشکلی نیست، ولی خب به قول شجاع خب اونایی که هستن و هوا اینا رو باید بیشتر داشته باشیم، چون اینا قهرمانی ها رو واسه پرسپولیس آوردن و چه بهتر که اینا راحت باشن با فکر خوب تمرکز بالا که بتونن هم تمرین بکنن هم بازی. انشالله که من این قول میدم که برگشتنی باشه که باشگاه اینو حل و فصلش بکنه. یه رقمی به من گفت بازیکنایی که الان دارین میگیرین بحث 3 تومن 4 تومنه. من فکر میکنم رقمی که به شجاع دارن میدن نسبت به اونا خنده داره واقعا. غیر از اینه کریم؟ نه درست. خدا رو شکر که کریم آقا کریم یه بار تاییدم کرد. تاییدت کرد. نه آخه میدونم آخه قراردادشو بعضی موقع میگیرم. نه من فهم کنم که تو این بابت فهم کنم که کم لطفیه. من اولین بار حق با شجاست. بله. یه بار من حق داد آقا کریم. کریم علی علیپور چی؟
من فهم که علی الکاف شرطش با شجاع فرم کنم اون قراردادش فکر کنم تمام شده به خاطر اون الان میتونه تصمیم نگه داشتنش. ببینیم خب ما امسال علی علیپور با چیز ترابی که جفتش هم رفتن روی هم رفته بیشترین گل‌های زده تیممون رو این دوتا زدن و جزو تاثیرگذارترین بازیکن‌های تیم ما بودن که خب حالا میگم متاسفانه مدیریت ها خب ما تو برنامه‌های قبلی هم صحبت کردیم یه بندایی رو تو قراردادها میذارن که خب به نفع بازیکناست به نفع باشگاه نیست. خب هم ترابی خب از این بندش استفاده کرد و جدا شد. ما علی بیرانوند داشتیم که خب حالا دیگه خب خودت میذین گلر خوب نصف تیم هستی یعنی ایران. شما هر موقع گلر خوب داشته باشی خب مسلما میتونی خیلی امیدوار باشی و امسال من فکر میکنم که سه تا از بهترینام واقعا جدا شدن و پر کردن جاینا سخت تا اینکه این جدیدا بیان راه بیفتن و حالا خودشون نشون بدن شرط سختی داریم چون معمولا پرسپولیس استقلال هر بازیکنی کارش نمیگیره چه خودشون راه بله بعضی بازیکن هستن که تو باشگاه قبلشون فوق العاده هستن ولی بیان تو بین میرن این فوتبال رو نمیتونن نشون بدن درست همین لازم من فکر می‌کنم یه مقدار داره کم لطفی میشه دیگه حالا شجاع اینجا نشسته من گفتم این قولو دارم که بریم ان شاءالله کریم میگه کریم اوکی انجامش میدیم نترس فقط تو فقط حواست به بازی باشه داد و بیداد را انداز تو بازی ها دست خودم نیست آقا همیشه به من میگه من خودم ما میگیم که درست شد دیگه آقا خودم یه چیز حالا بامزه من یه هوادارم تو زمین آقای خودم هوادار چیه تو زمین رفتیم شمال یه چیز حالا بگیم حالا برنامه جوابش رو عوض کنیم با اتوبوس رفتیم بعد بازیکن‌ها با آقای یحیی و آقای افشین تو یه ماشین بودن بقیه ما توی یه اتوبوس دیگه پشتر اینا داشتیم اومدیم بعد نگو این آقا دوستاشو یه پلاکارد تو میدون یه جایی که حالا نزدیک خونه‌شون بودن چی آره دوستم داشتم بابا تو از چی زدیم تو چی اسمش وات چی ویز ویز زدیم بعد من هی این جلو اتوبوسه هی داره آقا این بر میرم چرا خب با ویز نمیدیم خب ما این ویز مثلا 10 دقیقه زده از این ور چه بعد نگو این آقا هی داره میگه آقا از اینجا برو برو بعد رفتیم دیدیم بله یه میدون پلاکارد این آقا رو زدن و خوش اومدی و نمیدونم سر طلایی پا طلایی چی طلایی خلاصه هر چی طلا بود تو اون طلایی خوب بود آقا کن دوستم دارم دیگه بچه معلم من دوستش دارم نگفتم که دوست دارم چون خودش حسودیش میشه از این چیز براش نزدن دیگه نه آخه اون موقع مود نبود آخه دیدی کریم سلطان بود الان ولی خب هیچ چی دیگه آقا خلاصه کل میدون رو یه پلاکار یعنی میچرخیدی 360 درجه باید میچرخیدی که پلاکارت این آقا اونجا بود که چی بگی؟ میگه بریم بازی بعد بریم یه قسمت ببینیم برگردیم بریم ببینیم بله چشم خانم چشم بریم ببینیم برگردیم شده برنامه چیست؟ چی اسمش؟ بریم برنامه بعد بیایم یه دست اینجور بخواه واسه چه آوردی اینو؟ من نمیدونم این قلپاق داداش این قلپاق راست میگم ببین من میگم اون قلپاقا این مال 207 هم هست بله برگشتیم با یک سورپرایز شجاع اینو بگید از خیلی سنگینه والا اول تمیزش میکرد اینو خب همینجوری برگشتیم کرونا رو گرفتی شجاع عقبتر بشین شجاع با این چی کار میکنی؟ با این میخوابن دیگه داداش ما با جام میخوابیم شما با چی میخوابی؟ 207 این نمیدونم ولی بچه ها اینا میخوابیم حالا بزنیم بغل باشه ایرادی نداره آه نه دیگه ما از اینا زیاد داریم تو باشه از اینا زیاد داریم ببر آقا شجاع جان شما تازه ازدواج کردی درسته؟ یه سال شده دیگه هر سری همینه میگی گردنش آقا این کسی ما بازی داریم آره مصومش نکن
شما به خانومت قول نمیدی؟ یه ذره فاصله اجتماعی برای این سنگیره بشونه یه ذره اون برتر باید نمیشه آقای عزیز خب بابا اینجا کرونا آقای اینجا من ندارم من تازه تست دارم شما من جاتون جانه باید حالا چجوری برازی نه برو من اونجا خب یا داری تنیس فوتبال بازی میکنی الان ما هم کرونا میگیم برو اونجا بایستن آقا ما یه سری بخشای داریم سوالای بسیار جذاب داریم از آقای خلیزاده بفرمایید بعد این جامو من خسته شدم خیلی سنگینه دست شما باشه برو 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 خب بپرسید بیا بذارید رو میز اصلا اصلا بذارید اینجا من اینا رو بلند کردم پشت بازه اونا آقا میذارم اینجا من تا حالا دست من اینا رو بلند میگم پشت بازه ما تو این بخش بخش عکس درسته پشت بازه کلکی میاد جا نه آها سوالی که از شده است سوال اینه که آقا شما به خانومت قول میدی که پنالتی گل بزنی مو قول قهرمانی اصلا قول تو خونه میدی چرا قول قهرمانی داده بودم امسا که قهرمان شدیم قول پنالتی بهش ندادم یه جام هم گرفتیم بردم خونه دادم با جام هم خوابید بنده خدا ببخشید خب الان یه بخش تو خوابیدی بلکه اونم فهمیدیم کی با این جام خوابیده برای شما به نمایش میذاریم اولین چیزی که به ذهنت میخوره رو بگو شجاع باید اگه خب ما بلند شو بریم بریم بچه ها ما یه حرکت با جام زنیم کل دنیا گذاشتن تبلیغ ما رو کردن کپی کردن ازم کپی پیس کردن بابا میتونیم یه حق کپی باید دیگه این چیه دیگه این هم باید بریم اکس بعدی اینو بلش کن ماهی ازم آکواریوم نظرت در مورد ماهی و پرورش ماهی چیه؟ من بابام بزرگترین پرورش دهنده ماهی استان مازندرانه. بله. 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 عکس شد. بله. او. بریم بعدی. ماشاءالله. کوسم پرورش میدین؟ چی اینا؟ فکر کنم یه 7 8 سال تو همین زمینا من کار میکردم مثل همین آقا، بدتر از این آقا. چی هست؟ کشاورزی زمین کشاورزی. نه نه، اینا که محصولش اینا بعضیشون همین جوری هم توت فرنگی هم میشه راست. نه، این شب توت فرنگی نیست. بله، این خارجی ها به توت فرنگی خارجی هم میخوره آره. بله. فکر کنم شجاع چقدر تو زمین کار میکردی؟ من خیلی کار میکردم. از چند تا چند؟ سه ساعت. من ساعت 8 صبح تا ساعت 1 بعد از ظهر، ساعت 2 بعد از ظهر میرفتم تعمیر، 4 بعد از ظهر. دو شیفت داره. دو شیفت. فقط نهار میخوردم برنج. چی میکاشتی؟ برنج میکاشتیم، همین توت فرنگی، خیار، گوجه، همه چی، همه کارهای کشاورزی انجام میدادم. آره، کشاورز نمونه هم بودی. بریم عکس بعدی. مکر خودت. پسر شجاع دیگه. پسر شجاع یعنی پسر منه. پسرت این شکلی میشه؟ برنامه کودکه؟ آه راست میگه اینا چیه دیگه برنامه کودکه؟ چرا اسمت شجاع؟ پسرت شجاع شده ای؟ بابام گذاشته چون میدونست که آخرش یه روز شجاع میشم آقا کریم یه روز؟ هنوز نشدی؟ کم، یه چند سال دیگه بشه شجاع میشه بریم عکس بعدی تا آقا خداداد بره نکشته زندگی فوتبالی و مدیون این آقا آقا صمد آقا صمد منو معرفی کرد به لیگ برتر تا آخرین روز فوتبالی مدیون ایشونه به به بریم بعدی این پلنگ مازندرانه این پلنگ من ببرشم آقای کریم پلنگ همیشه دعوامونه که من ببرم تو پلنگی ببره میشه عکس بعدی ببره بله این پلنگ مازندران اصلا آقا پلنگ جویواره بله ما یه ببر زمان ما هم بود بهش گفتیم آقا ببر ولش شد تو آقا من تشریف خب می‌خواستم خودم میگفتم شد تو خودت هم پشتگیر بودی چرا ادامه ندادی خب من کشتی میشدم آره پول توش نبود نه حالا این آقا میگه کشتی گرفتم ما یه دو سه سال پیش که آقا برانکو تو تیم بود و مربی گلران بود ایشون همیشه کشتی میگرفت اینو همیشه میزد ضرب فنی نه من همیشه نه همیشه اعتنا پیش کسفت رو نگه هم داره آه علکی ها علکی نگه اینا تنها موردی که داره دروغ میگه همینه زورم میزد ولی نمیتونست خیلی زوره سیاد بود عکس بعدی آقا مهدی آقا آبزاده ایشالله که موفق مهدی هم رفته پورتو براش آرزو موفقیت میکنیم آقا آبزاده هم که ایشالله بدرخش تیم ملیمون با علی آقا بیدان من ایشالله آقا بشه مثل باباش سرطلایی شده تو نمیخوای بری پورتو براش ما نارنگی داریم یکی داشتیم جایی دیگه شده سرش نه پورتوال مرتقه سرده نمیم آقا ما کار داریم آقا میشه تمامش کنیم بریم عکس بعدی تا کردیم منو با همین جام نزده این چیه دیگه داداش این پایین تنر داری به ما بالا تنر هم بده به ما این چیه جریان این چیه عکس این مدله مدلینگه فشن فشن تی وی پلاس
نظر در مورد خوشتیپ بودن و خیلی به لباست. آه خوشتیپ این بیا بارو بیرون به نظر آقا چی آخه قرش میکنی آقا کریم آقا بریم عکس بعدی بازم هست خب یه انبار بگو بدن آقا میگن شما برای مدلینگ چیز بستی نظر چیه؟ نظر سوره فوتبال ایران که شوت میزد وحشتناک جواب منو بده این بار شما برنده اید با حضور در کمپین بزرگ آکریم باوری تمام شد دیگه اکسل بیا برو بیرون آقای خریزاده میگن شما قرارداد بستید برای مدلینگ درسته؟ نه من قراردادی نبستم مدلینگ اصلا مدلینگ هم نشد یکی از دوستامون بود ما هم یکی از دوستان معرفی کرد که بریم کمکش کنیم تو این بخش ما هم کمکش کردیم کمک کردیم اولش گفتیم تمام کذب میگه نه خدمت شما بینندگان عزیز عرض کنم که همینجوری که در تصویرم دارید میبینید کمپین ایرانیان شما خیلی راحت میتونید که توی واتساپ با شماره 0912 0 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
خیلی راحت میتونید اسپانسر برنامه بشید. صلوات چه میفرسته؟ بله بخشی آماده داریم. تمام نشو. خیلی خب باشه. نه من الان میرم. اینم الان میرم. این جامم ببر. ان شاء الله امیدوارم که سال بعدم جام پنجم پرسپولیس بگیری که حقمونه به امید خدا با این بازیکنایی که گرفتیم ان شاء الله بتونن کمک کنن. قدر این پیرانی که خدا تو من تو پرسپولیس بده. آقا باش. من میرم ان شاء الله اینجا خدمت. باش خداحافظ. آقا خداداد. با خستمون کردیم. با دیگه نمیاد آقا کریم اوکی. تموم شد. آره دیگه نمیاد. قول داد. چی گفتی؟ وقتی راجع به عکاسی. آقا خب شما میرید مثلا با یه دونه پیرن که عکس نمیگیرم میگم خداحافظ جویده دو نه گفته ره تو مغازه هرچی پیرن و کتشلوار بوده این تنش کرده عکس گرفت اومده نمیگو آقا کریم گفته داره اشکال نداره آقا کریم گفته کلن الان اینجوریه دیگه ما اینا همش میگه آقا کریم گفته ما تنها کسی که نمیتونیم حرف بزنیم رفتش آقا کریمه دیگه کریم کارش درسته شجا بگو حالا ولش کن جام باشگاه داریم میرین اوضاع بدنی چطوره بدنیمون خدا رو شکر تمرینات خیلی خوبی پشت سر گذاشتیم بدن آماده است با امید خدا بریم نتایج آبرومندانه خوب بگیریم و برگردیم شرایط سخته ولی با تیم عربی بازی کردیم جدیداتون چی شجا خیلی سخته بازی کردن تو پرسپولیس همونجوری که خودتونم نگاه کردین میدونه جا بیافتن زمان میبره مهدی ترابی از سایپا اومده بود پرسپولیس هفت تا بازی اول اصلا تو زمین نبود منم واسه این بازیکنه که منم امیدوارم آره حوالی آره. را ولی کریم تو بازیکنهایی که گرفتین این پسر پهلوانه اگه آره. جا بیفته آره خیلی تکنیکی و خوبه بچه خوبی هم هست این زواهن بله. بود فوقلاده بود رفت بله. تراکتور یه ذره خراب شد اگر جا بیفته فوتبالیست رو فوقلاده جا میفته نه دیگه باید خیلی سریع خودشونو دیگه زمان بره دیگه ولی هوادار رو باید زمان بدن به بازیکن جدید دیگه اینا رو باید شما بگید هم تو استادیوم نمیاد که کارتون راحت همون که دلشون با ما همون هم استرس بیشتر هم منظور که تو استادیوم هم نیست دیگه استرس نداریم امیدوارم که هوادار استرس رو برنامه تیم ملی این بند خدا هی میخوان چی شد داستانش میخواد خداحافظی کنه بعد من گفتم که آقا پس تیم ملی خداحافظی کنه گفتش میخوام خداحافظی کنم گفتم آقا تو کی دعوت شدی که میخوای خداحافظی گفت هفت تا بازی ملی دارم گفتم پس این بازی میشد هشتم دیگه بعد شانسی این آقا هی بازی ها میفته عقب اردو ها میفته عقب فکر کنم دیگه سه سال دیگه اردو برگزار نشه ما باید یه کاری براش بکنیم هیچ اینجوری نمیشه پیش کسوت ها میان بهتره هفت تا بازی ملی داری شجاع تو ردای یا زمان آقای کیروش دارم آه زمان کیروش آره که بعدش حالا ایشالله تو جام باشگاه هم بالاخره هست ایشالله با شرایط خوب مربی تیم ملی هم دیده همه چی رو دیگه یعنی واقعا زل شانسی داره بازی های نیفتم مگه اینکه هی بازی اصلا برگزار نشه جام جهانی قطر هم کنسل بشه اینجوری که پیش میاد امارش خیلی زیاده خدا وکیلی خب راست میگه کریم خدافظی کن خدا من گفتم خدافظی کن کسی بازی هاش یادش نمیاد اینو هفته بازی کرده داداش من اصلا نیدم جان خب منم نیدم شجاع منم نیدم چه بازی سخت شرایط سخت بود تلویزیون نداشتی حتما ببینی بازی رو بازی ها مگه جدید نبوده جلوی چه تیمایی بودی تشتک سازی برامی؟ نه بازی که زیاد امارات اینا بوده امارات؟ من تیمی که رفت جام جهانی پره من بودم واقعا من ذخیره واسه بودم اونو نپرسیدین که هفته بازی چلوی چه تیم؟ یادم نمیاد من بازی زیاد بوده داشتم هفته بازی خیلی زیاد من تو نهیدیم تو ایوین بودی منم
زندان مرکزی مشهد. ما زندان بودیم. کی بازی کردیم ما نیدیم. خب بگو بزنید تو سایت بازیام ببین دیگه. تو سایت بریم آقا ببخشید. بریم سایت. نه آقا کریم الله گوش. نه دیگه خودت میگی خود سایت. نه ولی هفته بازی داشتیم دیگه الکی که. احتمالاً گفتن تو تمرین زرد قرمز می‌کنن که نگفتم دروغ میگم جلوی چه تیمایی میخوام ببینم جلوی چه تیمایی بازی. گلم زدی. مقدماتی شجاع مقدماتی جام جهانی 2014 بودی یا 2018؟ 2014. 2014 چیز برزیل. آره. برزیل بودم که سر یه مصاحبه پاسپورتم ویزای برزیلم زدن که بریم برزیل. یه مسابقه کردم کلا ویزای باطل شد. خودت مصاحبه کردی گفتم بودم گفتم زیاد نکردم. سیام کردم اوکی. بچه بودم. یه بنده خدای بچه معلم بود. چون کریم میدونی که اون موقع هر کی مصاحبه میکرد یا بر علیه اینو صحبت میکرد دیگه میرفت به آقالیا. اینم احتمالاً همین بلا سر شما. سیاش کردم اون کیسی نفرات آخر رو خط بزنیم کی رو بزنیم کی رو نزنیم. آره منتظرم یکی بهانه دستشون بده. اینم که اینم آخر به تفلک بسن میشه ابرام دوچار نشه بعد شانس ابرام هم تفلک ابرام پاس بد نرد کلا تیم ملی محو شد بنده خدا پاس بهش ندادی. من بهش پاس ندادم محو شد پاس خودش اون صحنه گله اصلا ما زدیم همه اومدن سمت من ابرام رفت اونور. آره ابرام بنده خدا رفت اونور. حالا انشالله که دعوت میشه شجاع بازی میکنه. ما دوست داریم که همچه اتفاقی خوب بیفته. بچه خیر چون تیم ملی دنیای دیگه است شجاع. خودت هم که بودی اونجا اصلا حالا خب شما باشگاه داره بازی میکنه که دیگه بهترین جا واسه فوتبالیستا تیم ملی جام جهانی جام ملت هاست. امیدواریم که حالا بچه خیر انشالله سالش قد بده. حالا من 39 سالمه دیگه جون شده چند؟ سی هم سی اوجه فوتبال سی هم آقا کریم اوجه فوتبال دفاع وسط سی تا سی و سه دیگه همه میدونن اینا جان؟ دفاع وسط آفک دفاعی و اوجه آفک دفاعی و اوجهشون چه سالیه؟ 20 تا 25 آقا کریم تا 37 سالگی داشت بازی میکرد. خب پا چی میگی 20 تا 25 اوجهش؟ آقا کریم خدایی شوتایی ولی واقعا این اوجش تازه شروع شده دو ساله دیگه دو چهار سال هم قرمان میشه دو سال بودم زره... چهار سال تو سه سالش بودی چرا هی خودت رو میکرد کنیم چهار سال این آقا اخلاقشو درست کنه من چه اخلاقش بودی؟ قشن تضمین میدم که ایشون سه سالم بیشتر از اونی که خودش میخواد بازی بکنه به حرف من و کریم سه چهار سال بیشتر میتونه بازی بکنه کریم میدونی منظورش چیه؟ یه مقدار عصبی میشی تو زن آره اینو قبول کنی این خیلی دوستانه و آره رفاقت من همیشه یعنی مطمئن باشه 35 سال میخواد بازی کنه سه چهار سال بیشتر میتونه بازی کنه خیلی تأثیر داره آقا این آقا هم خودش هم اخلاقش هم آره تیزه. من اعصاب خراب بودم اصلا ولی خب دیگه حالا شما حالا بعضیا که جیرلا هستن ببین ما به خاطر خودت میگیم ولی تو زمین من کریم میدونی چه اعصاب خراب نبودم ولی من بیرون زمین خیلی با تو زمین فرق دارم کریم میدونی آ برعکس این برعکس من باز برعکس این هم من آه. بیرون زمین اعصاب خراب من داخل زمین کریم من از هیچ وقت اعصاب خراب نبودم داخل زمین چون اونجا کار نداری آ از این قوله نداری چرا آرامش ندادی میدونی برای چی میگم شجاع تو اگه اون آرامش رو نداشته باشی کیفیتت میاد آ خدا ما بعضی موقعات بازی دوستانه میکنیم این آقا مثلا میگم نیمه اول بد اخلاق بدترین بازیشو نیمه دوم برعکسش میگه چند بارم بوده که گفتم آقا بازی تو دیدی نیمه اول ببین چه جوری بودی نیمه دوم راحت بازی کردی بهترین بازیشو میکنه ولی خب اینا اینجوریه البته یه چیزی هم کریم بهت میگم یکی از دلایلی که تیفوسیای پرسپولیس شجاع رو دوست دارن به خاطر همین غیرت و تعصبی که هست ولی نمیگم غیرت ولی زیادیه دیگه یه ذره خوشگوم من دست خودم نیست به والله خب باید کنترلش کنی شجاع بریم یه برنامه بوله ببینیم اعلام کردم بوله ببینیم یه استراحت هم سلام عرض خدمت هواداری عزیزمون این قهرمانی تبریک میگم بهشون جاشون واقعا تو ورزشگاه خالی بود امیدوارم که زودتر این کرونا تموم بشه و بتونم بیام ورزشگاه واقعا جاشون اینجا خالیه به خدا من جدی میگم امیدوارم زودتر زودتر بیاین مخلص همگی هستیم کاری داریم کنیم نه به قرآن چهار تا قهرمانی هم میگم چهار تیشرت جدید قهرمانی رو من واقعا نمیتونم بگم چقدر خوشحالیم باورتون نمیشه حالا ما آخرین بازی می‌خواستیم با برد تمام کنیم نشد شرمنده هوادارا شدیم ولی خیلی سال سختی رو داشتیم خداش تونستیم با این سختی‌های قهرمانی خیلی خوب بیاریم چهارمین قهرمانی که واقعا سخت بود همیشه اولی سخته دومی سخت‌تره سومی سخت‌تره چهارمی دیگه خیلی سخت‌تره خداش شکر تونستیم این خوشحالی رو بیاریم واسه مردممون امیدوارم که همیشه صحیح سالم باشه قهر جشن نریاره الان منتظرم تموم بشه تا
تو ببین آنتنمون خیلی کمه. چقدر دیگه مونده؟ 4 5 دقیقه بیشتر نمونده. باید یکی دو تا بچه‌ها رو بیاریم باهاشون صحبت بکنیم. من دو سه تا بچه آقای شیری آقای کمپانی تشریف بیارن الان میگم بیا. برو سری بیار. سری الان شجاع میره میاره دو سه تا بازیکنای پرسپولیس چون ما زمان رو ما مرز خیلی بله ما الان چون با چند دقیقه دیگه هم با آقای جاودانی و دوستان در برنامه گذاشتیم. خب بینندهامون خیلی دوست دارن که الان مراسم قهرمانی پرسپولیس رو ببینن و حضور بازیکنای پرسپولیس رو ببینن. دو سه تا بازیکن‌ها رو الان شجاع میگه بیاد باشی گفتم. آره شجاع که فرصت داشته باشیم که یکی از دوستان دیگه هم دارن میاد. آقای حسین کنعانی امید عالی شاه عزیز دارن میاد. امید جان بیا. خب بریم آما میایم آقا. کنعانی میخواد برقصه براتون. کنعانی بیا. امید سلام. تبریک میگم به آن کوشه رو داری؟ آخ من فاصله شما عرض سلام و احترام دارم خدمت همه هواداران عزیزمون. تبریک میگم واقعا جاشون خالیه. به همه خبرنگارا بگم ممنون از حسین قربونه سیامک. تبریک فراوان فقط همین. سلامت باشید سیامک. سلامت باشید. مبارک همه هوادارا باشه. علی پور آروم بگیر. آقا شمالی میخوای برید؟ آقا دیگه شب عیده دیگه. شجاع بله برگشتیم. آقا این جریان حرکات ناموزون چیه؟ این کلاس میرن بچه ها؟ نه این شیری بنده خدا یه هفته کمرش درد میکرد، گفتم یه ذره بچرخونی کمرش خود بدن شما. آقا بعدش دوباره ویدیو گذاشتی گفتی که کمر درد گرفت. نه کمرش مونده بود. آره این رخت شمالیه، بچهای مازندران پرچمشون بالاست. آقا خودت نگاه کن رخت رو. تمرین میکنی؟ ها بیچور به من میگه نگاه کن. شیشه نگاه کن. رخت مازندرانیان نگاه کن. شمالی آقا چطوریه؟ جنوبیه. حسین فقط یه بار میرفت سگ دقت. هیچ وقت اینوری خب نه. یه دست این کجاست؟ این کمره این کجاست؟ این گیر کرده بوده. این گیر کرده بوده. اون حسین میدونه چرا یه بار میچرخه حسین؟ شمالی. چون یه پای دیگه بازیکن یه پا یه بار میچرخه. اگه دو پا بود میچرخه مثل من اینجوری. این چوری که رونالدو هم توش هست. آره این حرکت یه مازندرانی اختراع رونالدو از مازندرانی یاد گرفته. خب بالا می پایین اینا رو. نه نه شیری مش میگن که کلاس حرکات موزون داره یاد میده. آره تو دو سه تا از جوانام یاد گرفتن حرکت شیری. ان شاء الله جام قهرمانی بعد جام پنجم دو سه تا از جوانا رو نمایی کنیم. اسم حرکت شیری داره معروف میشه. دو سه تا از جوانا رو نمایی میکنه. آقا خودت براتون اونا رو باید ببینی. حرکت دستا دارن بالا پایین رو باید ببینی. چه چه میکنه ان شاء الله جام پنجم اداره ادامه بهتر تو این هفته که فیلمه تموم نشد با الان هزار بار اینو دیدیم خاموشش کنیم چی آخه؟ نه این روی تکراره آه خدا رو شد تا آخر برنامه آبا رو کمپین تو بگو. آقا کمپین ایرانیان بازم میگم که خدمت دوستان عزیز همین الان اگه پیام بدید به واتساپ بعد نگاه به آدم میترسه بگه صفر 912 صفر 20 19 30 رو فراموش نکنید. الان تمام عزیزانی که دوست داشته باشن توی برنامه ما اسپانسر بشن با یک آفر ویژه مواجه میشن، پس فراموش نکنید 0912 020 19 30 همین الان گوشیتون رو بردارید یه پیام بدید و اپراتورهای عزیز ما با خیلی خیلی انرژی خوب شما رو راهنمایی میکنن. بریم الان آیتم عکس ها رو داریم. بازم عکس و دو سه تا هم عکس می‌ذاشتی. آخرش مال تو بود دیگه. شجاع جان الان ما دو تا عکس برای شما به نمایش در میاریم. رقابت دارن. عجبا. عکس یه نفر. بله، بله، بله. تو هر عکس دو نفرن، شما فقط باید یه نفر انتخاب کنی که به مرحله بعد صعود کنه. از بینشون باید انتخاب کنی. بریم عکس اول. اوه، به به به. آقای عابدزاده. آقای عابدزاده. عکس بعدی. ولی من جات بودم علی بیرانوندو چون هم دولته. سخته این دوتا. این اصلا اینو بگم شما انتخاب میکنید دلیل بد بودن اون شخص خوبه. من انتخاب انتخاب کنم بین دوتا. آقا کدومشون رو بیشتر دوست دارید؟ دلیل برای جفتشون آخه دوست دارم. دلم واسه عادلم تنگ شده. عادل عزیز انتخاب کنید. من دوستمونه. میخوای چیزو علی فرد انتخاب. آره علی فرد. نمیشه با جفتشون برین جلو. من یکی شما انتخاب کنید. عادله یا عادلی؟ محمدم رفیقم، محمدم دوست دارم چون جوونه خوره با تجربه تره. آره دلش واسه عادل احترام بزرگترها رو نگه داشتیم. آره بریم این دیگه رفتیم تو سینما.
سینما سالو کی انتخاب یه دقیقه ببین سخته بابا سخته من بابا من یه چیزی بهت بسپ کنم من بهش بگم بذار من تو برنامه بگم ببین هیچ وقت از یه آدم متأهل سوال نکو کدوم که این خانم خوبه اینا متوجه بگم بابا خانمش اینا بازیگر مورد علاقه اینا راست من هیچ اینجا ایران شما تو ایران زندگی میکنی اروپا زندگی نمیکنی که جفتش هم قابل احترام ولی خب فوتبال پخش شما خودتون فوتبال پخش کن من آخه خب هیچ کدوم از بازیگرا بازیگرا من نیستن تو ایران میگن رد کنید رد کنید به عکس بعدی احترام میذارم ولی دید سینمایی اصلا رفتی نداره بازیگر مورد علاقه من نرفتم نه رفته عکس بعدی 100 درصد آقای برانکو 100 درصد خیلی مدرک بعدی کاملا پرسپولیسی نه اوکی باش خب بابا آره خیلی دوستش داشت بابا جفتشون قوی هم دوست داشتنیم ولی آقای مدیری هم آقای مدیری دلیلت دلیلش هم بگی خوب دوست دارم بازیش دوست داری آقای نوید محمدزاک استقلالیه نه آقای سیدی میدونه که پسر عموی چیز بود محسن بود پس آقای سیدی پسر عموش آقای سیدی دلیل آقای چون پسر عموش بود پسر عموش شیش خب اصلا خیلی خنده داره پلانتیا رو قبول میکنم فوتبالی نیستن چون زیاد از فوتبال سر در نمیارم بازی مساوی شد بازی هم برنده نداشت دیگه چون جزء آمار هم نمیاد ما تو این چیزا رو آمد چند تا عکس آقا سیدی بریم آقا سیدی بعدی بگو تمام کنم کریس آقای رونالدو بله ما رئالی هستیم رئالی پس چون تو سوال تمرینش فوتبالی شده دیشب چه دو تا گلی زده آقای خدا داشت نظر در مورد حال هوای بارسا چیه الان بارسا اینجوری شده نظری ندارم آقای حسینی آقای حسینی دیشب دو تا گل خوشگل زده آقا به 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 در این یه سری حواشی هم آقای فروتن تو این چند وقته اون به خودش مربوط میشه این شخصی که تیم مربوط میشه بگن تمام کنیم بریم بعدی لطفا اینو بگین تمام کنم من با شجاع کار دارم محسن یگانه عزیز محسن یگانه بعدی چون رفیقته دیگه رفیقته خیلی هم رفیقم کاراشو کدوم کاراشو حفظی بیشتر آقا کریم داغری اصول فوتبال نه 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 حالا آقا بس تموم شو آقا کریم امتجاج آقا تبلیغ رو کردی عکسات هم نشون دادی خب الان چی مونده حالا تو خوبه شو ما وقت ندارم بله کمپین آقا کریمه بله اینجا کمپین آقا کریمه الان بین اینا آقا کریم انتخاب میکنی یا کمپین آخوزاد یه سوالی ازش بکنیم با اونو ول کنیم خب نه بذار انتخاب کنه آقا کریم انتخاب میکنه یا کمپین 100 درصد آقا کریم وجود آقا کریم میکنه کمپین هست شده دو حالا بحث هولدینگ شد و کریم بحث کمپین شد یا پول کریم خانو حالا بعد فوتبالت میخوای چه شغلی ادامه بدی بابا کو تا بعد فوتبال داش من 10 سال دیگه شاید من زنده نباشم نه آقا دور از روی چه حرفیه خب قبلش که کار کشاورزی میکرد یاد بعدش نظرت در مورد کمپین چیه من برمیگردم به سر زمینه کشاورزی برمیگردم هم آرامش شیشه داده موافق راحت شدی بله سوال کنم آقا من بازم میگم دوستان عزیز همین الان اگه توی واتساپ ما به شماره 0912-020-19-30 همین الان پیام بدید همین الان پیام بدید با آفرهای ویژه‌ای روبرو میشید پس فراموش نکنه کمپین ایرانیان در برنامه پل کریم خان تا آقای کریم من نکشته من میرم ادامه بحث رو کنم بدیم مسیج بدیم من قول میام دو مسیج رو یه سوالی الان شما جای ما بودی اما چه سوالایی میپرسیدی بپرس از اول از آخر چه سوالیه بپرس چی بپرسم هرچی دل تنگت میخواد بپرس حالا تو الان مجنی اول از آقا کریم بسات بسات هم نشسته بپرس از آقا سوال کن از آقا کریم من دوست داری دوست نداری هیچ چه سوالی خدایی من بیشتر دوست داری شیری رو این سوال خیلی سخته این سوال بود دیگه الان با جواب بدی حالا بگو خب جفتتونو نه یکی رو با شجاع رو بگو شیری اشکال نه ده یه شجاع رو من خب بیشتر بودم دیگه علی دایی رو بیشتر دوست داری علی منصور رو علی دایی رو واه سریع هم گفت علی آقا منصوری هم خودش نه خب من با علی نیما نکیسا رو بیشتر دوست داری آقا شما این آقا سوال کنه نه شما سوال بپرس من پرسیدی آقا شبیه نصب بیشتر دوست آقا کریم از رونا نگو که از خودت یه چیزی آره یه چیزی دیگه بگو چه سوالی مسخره به خدا وکیلی به استرالیا گلزه چه حسی داشتی من خیلی دوست دارم بدونم خدایی چه حسی داشتی ولی من کوچولو تو میفهمی خب چند سالت بود من فکر کنم 5 7 8 سالم اینو خیلی ها سوال میکنن از من ولی تو خیلی خوب متوجه میشی من چی میگم کریم هم میدونه شما وقتی
یه تعداد بازی ملی میکنی یا باشگاهی دیگه فوتبال یه چیزی زندگیت میشه. yeah. تو وقتی گل میزنی خوشحالی فقط، ولی اینی که یه حس عجیبی داشته باشی، یه ملت خوشحال کردی، نه اینی که یه حس نه. عجیبی داشته باشی که مثلا این گل با اون گل فرق کنه، من واقعا اون بازی همون گلی که مثلا با یه تیم دیگه تو بازی های ملی زدم، بعد ما کریم یادشه ما اصلا حالیمون نبود چه اتفاقی افتاده، فقط اینقدر گرم بودیم، کله هامون داغ، اون تا چقدر چیز میزریختن رو ما، کله هامون اصلا نمیدونستیم چه اخته بودیم بیرون از خونه، ما اصلا خبر نداشتیم. من وقتی رسیدم آلمان فهمیدم چه خبره، اینا رفتن دبی، من نرفتم. ما آلمان بازی داشتیم، من رفتم آلمان. من اونجا دیدم یه چیز حدود مثلا 50 تا دانشجوی ایرانی اومدن با خانواده ایران، من اونجا تازه فهمیدم چه خبره، آره. که تو ایران چه اتفاقی افتاده. غلاده بود واقعا، افتخاری تو اون شبی که جامو بغل کردی چه حسی داشتی؟ حالا ایشال من شد بعضی این حس نداشتن، شاید جام بالا برده باشم، ولی جام برای خونه اصلا یه چیز دیگه، تازه میفهمی زحمت های همه تیم تو دست توه. ما نبردیم دیگه، اون حس رو نداریم. نداری؟ آقا برده. یه حس عجیبه. ببین چرا؟ چون از وقتی به خدا جدی میگم، چون واقعا پرسپولیسی هستی، آرزو داری تو پرسپولیس بازی کنی، قهرمان هم جام قهرمانی دست تو. تو از اونایی بودی که آرزو داشتی پرسپولیس بازی کنی از اول؟ پرسپولیس من 7 سال، نه بیشتر، 10 سال پیش مسابقه کردم. حالا بعضی میگم دیگه هست مسابقه دیگه، گفتم پرسپولیس شیش آتیشم، نه ادعا این چیزا ندارم. خب یه عده بودن مثلا میگفتن ما استقلالی، رفتن پرسپولیس، من عاشق پرسپولیسی میده و از استقلال سر در آوردن. اونا دیگه اون عشق پیرن دیگه نیست، الان کمتر شده. واقعیت میگم بعضی واسه پولشون سر تامین هم حتی نمیرن، هستن خیلی اینا واسه قرارداد بستن میان بازارگرمی میکنن این چیزا. ما بازیکنامون یه دونمون تا حالا بازارگرمی نکرد، آقا کریم میدونه بازیکن هستن الان بازارگرمی کردن، هیچ کدومشون 4 سال من یادم نمیاد بازارگرمی کرده باشن. بازیکن پرسپولیس بزرگ باشه شجاع دیگه. آره دیگه، هیچ وقت واسه به خاطر چی؟ به خاطر مردم، دل مردم. اونم حق به ما بدن، بعضی از بازیکن زندگی دارن، خانواده دارن. نه مسائل مالی که کریم همه جای دنیا حق بازیکنه. شما وقتی به عنوان یه مدیر عامل تعهد می‌کنی، وظیفه تعهد نکن. من با خیلی از مدیرای باشگاه تو حالا 4-5 تا تیمی کار کردم، بحثم همین بود. من متأسفانه همه تیمای خصوصی هم یه مش گداگوش نمی‌کنن. تو آقا تو تعهد کردی به فلان بازیکن اینقدر پول بدی، مگه میشه بگی من ندارم بدم؟ پس چرا قرارداد بستی؟ الان اینکه شجاع میگه با اونجوری هم که اینقدر داده بیداده، به خدا فوتبالیستا اینجوری نیستن کریم. نه هیچی ندارن فوتبال، شما همه مبلغ بالا که نمیگیری. الان شجاع چند ساله مگه داره این فوتبال پول میگیری؟ تو چند ساله داری پول میگیری خدایی؟ 6 سال کلا 6 تومن 7 تومن گرفتم، چیزی نگرفت. تازه شجاع خلیل زاده است، یه تعدادشون که رقمشون خیلی پایین. حالا یه عده‌ای هستن تو این فوتبال که متاسفانه با دلال و دلال بازی خیلی بیشتر از اینا. حالا من نمیدونستم واقعا این آقا چیز نداره مدیر برنامه. حالا جیدن گرفتن، خیلی قشنگه. من دوست دارم، من دوست دارم همچین چیزی رو. الان جیدن امسال گرفتم که برم یه قرارداد ببرم. واقعا مدیر برنامه گرفتی؟ امسال گرفتم دیگه، چون 4 3 سال رفت، هر 3 سال کلا سرم گذاشتن. نه پولی نیست بنده خدا، رفاقتیه. مدیر برنامه است، لایسنس فیفا داره. آره آره، رفاقتیه. دوستمون داره، دلیه. حالا مثلا مدیر برنامه میره با مدیر چه حرفی میزنه؟ آخه من روم نمیشه بیام مبلغ قرارداد بگم. خودت دست روم نمیشه. بابا مدیر برنامه چند روز پیش یکی از باشگاه‌های گردن کلفت ما دو تا بازیکن باهاش قرارداد می‌بنده، مدیر عامل. یه مدیر برنامه میره میگه که اگر این دو تا رو بگیری من 5 تا بازیکن 6 تا بازیکن تو تیم شما دارم، همه رو میکشم بیرون، نمیذارم قرارداد ببندی. مدیر برنامه اینجوری الان همش شده زد و بند. الان میان بازیکن میدن، مثلا شجاع خلیل زاده رو به گلگهر سیرجان مدیر برنامه‌اش معرفی میکنه. مدیر برنامه میگه آقا شجاع رو میخوای، مثلا مدیر گلگهر میگه آقا ما میخوایم، یا یه تیم دیگه یا کنار شجاع. بله خدا دادم هست، اینم باید بگی. اینجوری نیست آخ، خب چه جوریه؟ یه بازیکن میاد تو باشگاه، از بغل باشگاه پرسپولیس میاد یه عکس میگیره که من دارم میرم باشگاه، از همونجا میره تیم دیگه 3 برابر این پول میگیره. من به بازیکن عزیز لیگ برتریمون حرف از اینجا بزنم، تو تیمی که بازی میکنن استقلال پرسپولیس مخصوصا بازی میکنن، اگه پرسپولیسی هم واقعا میام آقای کریمو، چون واقعا با عشق میشه بازی کرد تو پرسپولیس استقلال، استقلالی برو استقلال، چون با جون دل واسه استقلال بازی میکنی. میای پرسپولیس چون واقعا هستا واسه پرسپولیس بازی میکنی به جون دلت، ولی پرسپولیس بیا پرسپولیس، ولی نرو استقلال بگو من استقلالی بودم از بچگی، هم واسه بازیکن استقلال هم واسه بازیکن پرسپولیس. این خیلی مهمه، تو زمین میری واسه تیمت بجنگی با جون دلت. خب کم شده، اگه من پرسپولیسی استقلالی باشم تو پرسپولیس بازی کنم با جون دلت واسه پرسپولیس بازی نمیکنم. الان من واقعیت آقا کریم، من یه سوال ازت میکنم شجاع، رقمایی که تو فوتبال ما هست، تو به عنوان یه فوتبالیست به نظر تو فوتبال ما ارزش این رقما رو داره؟ خیلیاش کاذبه،
خیلیش کازه باره. غیر از اینه؟ نه درست. بعضی از بازیکن‌ها یه پولای انا خودم من جریانو گفتم بهت دیگه. ولی بعضی از بازیکن‌ها پیشنهاد دارن نرفتن. موندن ولی یه سری مبلغ پایین، یه سری از بازیکن تو تیم رقیب با سه برابر قرارداد بازی کردن. الان آقای شجاع شما میگی من پیشنهاد دارم. آره. خب چرا نمیدی؟ آقا کریم من گفتم یه روزم بهت گفتم تا وقتی منو نخوان بخوان میمونم، نخوان میرم. درسته؟ الان فکر کنم منو نخوان. میدونی چرا؟ چون من با ورگه قرارداد هستم، کارمندای باشگاه از خودشون میپرسن. چرا تو رو نباید بخوان؟ من... خب چرا تو رو نباید بخوان؟ ببین یه سری از تیم قرارداد من خوب گفتم بهتون جریانش دیگه. آره. یه سری از بازیکن تیمای رقیب حتی هستن میرن قرارداد بالا میبرن وزارت ورزش. ما حالا آقا احترام به مدیر عامل عزیزمون گفتن بازرس که بازرس میاد. بازرس میاد آره. نمیتونیم. چرا واسه تیمای دیگه بازرس نداره؟ بس خود من هم گفتم. کنیم چرا؟ سوالم آقا خدا چرا تیمای دیگه بازرس نداره؟ چرا ما داریم؟ بعضی‌ها رو سریع چیز میکنن. فقط پرسپولیس بازرس داره. برای استقلال هم بازرس هست یا نیست؟ من نمیدونم. نه ببین اصلا کاری به بقیه تیم نداره. تیم خودمون چرا؟ مدیر تیممون مثلا خود سر خود قراردادمند گفت این مثلا یه 2 تومن اضافه کنم بازه. و بازرس چه ربطی به این داره؟ خب این همه شما خرج مخارج تیم هستش. بازرس میاد کلشو میگه آقا شما مثلا این همه درآمد دارین دو نفر که نمیگه که شما مثلا به این نفر دو تومن دادی چون مثلا دو نمیدی. شما هر چیزی میخری یه قیمتی داره. شجاع خلیل‌زاده یه قیمت داره. اون دفاع وسط تیم افتاده لیگ یک اون یه قیمت داره. به بازرس ربطی نیست. منطقی نیست این حرف. آقا باشگاه داریم اگه بازرسیه. ولی من بازم میگم خیلی کم حالا شاید بازیکن پیدا بشه که حالا شرایط شجاع رو داشته باشه و بخواد این مدلی حالا باهاش صحبت بکنن. امیدوارم که واقعا از اینجا هم باز میگم آقای رسول پناه امیدوارم که خب با شجاع انشالله برگردیم با دست پر از باشگاه آسیا که انشالله این مشکل آقا شجاع هم حل بشه که با خیال راحت بتونه حالا چندین سال بتونه در کنار بقیه بازیکنان بازی بکنه با نتایج خوب انشالله. خب نه اینی که شجاع میگه واقعا ارزش داره دیگه. حالا آقای رسول فنا به عنوان یه مدیر نه خب میگم هر کسی نمیگه اینی که میگه تا منو بیرون نکنن بازیکنمون رفته سر بعضی چیزها ولی خب ایشون میمونه. نه حرفی که میزنه کریم میگه تا منو بیرون نکنن من نمیرم. این حرف خیلی ارزش داره. اونم تو فوتبالی الانی که اگه یه تیمی 100 تومن بیشتر بده بازیکنان میرن بدون اشتارفی. من خودم هم الان باشم یه جایی بیشتر بدن بهم میرم. چرا ندارم؟ چون زندگیشه. ولی حالا این خورده پس کلهش یا هر خفتاده از یه جایی کلهش زمین زمین خورده میگه من تا بیرونم نکنن ارزش داره. من فکر میکنم که یه سری ارزشات فوتبال ما به این رفته که متاسفانه من فکر میکنم بعد جام رفته باشگاه صحبت کرده حالا هواش یه چیز دیگه بوده اینجوری صحبت کرده. چون میگم من رقمی که شجاع گفت من خداییش بابا. من فکر کنم خیلی مال فکر کنم چیز باشه مثلا مال 3 سال پیش. آره یه سانتافاس صفرش پایینه دیگه خداییش. حالا سوالا رو نپرسیدی همش یه دونه پرسیدی. نه من که آقایم سوال نه بپرسی هرچی دل تنگیت میخواد بپرس. نه گفت سوالای جدید اون آره چی هرچی اونجا نشون میدن تا هم همونو میپرسیم. من نمیتونم از آقایم سوالی بپرسم. چرا آقا بپرس نمیشه. نه ترس بپرس بپرس. آقای کریم آب گوشت دوست داره. خیلی هم میخوره. نه یه غذایی. آقای کریم یه خورده شکموه. نه یه کم کنه. آقا کریم یه خورده شکموه. آقا تو چرا آخه؟ تو الان که چیزی نمیخوره. الان زمان بازیگری کریم و علی کریمی با هم رقابت داشتن سر دیس غذا. جوان‌تر بودیم. علی هم خیلی جوان‌تر بودی الان. نه الان خوراکش کم شد. خودش محبوب من چیزی دیم. الان خوراکش کم شده آخه. خوش میخوریم که خب همه دوست دارن. آقای کریم یه سوال دیگه هم ازت دارم. اون شوتی که به استقلال زدی از 60 متری چه حالی داشتی؟ حال خب همیشه گل زدن خوبه دیگه. ولی آخه اون بازی ما 4 تا قبل اون یا 3 تا همش مساوی شده بود و استادیوم شروع کرده بود دو تا طرفدارا هم استقلال هم پرسپولیس داشتن میگفتن تبانی خوش اومدی آقا عامد. سلام استاد. سلام خوش اومدی. داشتیم گفتن تبانی خب یه دفعه دیگه حالا ما توپو دادیم هوا رو دوباره داد به خود من دیگه موقعیت بود. نه همینجوری که نه بابا من میشم اینجوری یه شوت خوب بیا حالا شانسی هم بود. نه شانسی نه تو تعمیر ما هم میزنی شانسی هم بود و یکم حالا گل خوبی از آب در اومد. همینجوری یه دونه بزنی تو کل بازیات دو تا بزنی نه دارم. میگم همینجوری شانسی مثلا شلخکی که تو زدی به
کی بود؟ او بهترین گل هم شد. نه آره کاندید. آره خب حالا اینجا نگیری یا میشه نگیری. یا میشه. هم به من خود ستایی نشه. الان همکار جدیدشون از اینا میزنه دیگه، این نمیزنه داده به هم اینجوری میرسه استاد کنان. آره ما میدونی از اون وقتی به حسین گفتین کمپانی کمپانی چای کرد که خداحافظی کرد، خداحافظی کرد از کجا فهمید تو یه نفر تو ایران به اسم ایشونه رفت؟ ها اون کمپانی. آره دیگه کمپانی منچستر سیتی بود. آقا برنامه اون مثل این که داره تموم میشه. بفهم الان دست شما هرچی دیگه دلت میخواد بگو ما الان میریم. حالا بذار تو نگرسی من بگم. امیدوارم من بگم یا نگم بفهمم. امیدوارم از پرسپولیس کادر فنیش آقای کریمینو هستن همشون حمایت بشه. امیدوارم که تیم که صاحب اصلیش این هواداران ولی از یه جا دیگه تاثیر بشه، منظورم وزارت ورزشه، بیشتر به پرسپولیس حتی استقلالش برسه. این دوتا تیم نباید همچین مشکلات بزرگی داشته باشن. هوادار زیاد دارن، ما استقلالی هم دوست داریم، پرسپولیس عزیزمان. امیدوارم زودتر مشاهده شده بشه. بفرمایید ان شاء الله. ما هفته دیگه باز هم سه شنبه و چهارشنبه مهمان شما خواهیم بود. سه شنبه میشه من بیام؟ نه شما نیستی که سر کریم هم که نیست که. خب حالا بعد چیز نداریم سه شنبه آینده فقط حامد اجرا چون کریم نیست منم نمیام. کمپین ایرانیان رو فراموش نکنی. 0912-0219-30 منتظر شما هستیم. تا هفته دیگه، تا دیدار دیگر، بدرود. خسته نباشید. خدا نگهدار. خود تنها اجرا کن. کسب و کار ایرانیان با حضور کریم باقری.